بالاخره بعد از یک سال اومدیم که روم تور بزنیم. این شما و اینم روم تور داشلی. آقا جایی که من ویدیوهامو میگیرم، اگه یادتون باشه قبلا یه اتاق خیلی کوچیک داشتم که کلا کارامو اونجا میکردم و ویدیوامو اونجا میگرفتم. بعد الان دیگه جامونو بزرگ کردیم، اومدم یه خونه دیگه که خیلی بزرگتر و خیلی هم خفن‌تره. خیلی خب بچه‌ها، بخوایم شروع بکنیم. بک گراند منو که دیگه فکر کنم خیلیاتون دیده بودیم. و اگه براتون سوالی که چرا سمت چپ من تو بعضی از ویدیوهای نوره، بچه‌ها به خاطر این سافت باکسی که جدا هم شده. بچه‌ها این بغل یه سافت باکس میذارم و اینم صندلی قدیمی اونجا داشتم. واقعا صندلی خوبی بود. حدود 2 سال به داشلی کار داد. این بغلاش داشت جیر می‌خورد و این صندلی هم بچه‌ها اولین اسپانسر من بود که توی کانال یوتیوبم داشتم. واقعا صندلی خوبی بود. قیمتش هم فکر کنم 2 میلیون یا 3 میلیون بود که من خریدم 1.5 اینا. و اینم هم سافت باکسی که حالا یه سیم کشی از اونور کردیم و که یه نور زرد حالا این بغل میده، به نظرم باحاله. دیگه این طرفم بخوایم میام دیگه مبل و چیز خاصی نیست. یه کوله گازی هم اونجاست که داشلی همیشه خودتون میدونید که از گرما متنفره. آقا ما رو میزمون کامیک داریم، کامیک بوک داریم که مهمونا وقتی میان، که هیچ مهمونی اینجا نمیاد، مهمونا میان اینجا کامیک میخونن دیگه. و شب باورتون نشه حتی یه صفحه هم خودم نخوندم، ولی شما بخونید باحال. بچه‌ای که ویدیوهای چالش ما رو می‌بینن توی کامنت بنویسید ببینم این توی کدوم ویدیو بود. و آقا این ور که میایم اونجا خوراکی بود که خوراکیش کلا تموم شده. این آباجورم که توی اتاق قبلیمون داشتیم. این ورتر میایم PS5 که این PS5 داشلیو بگی. از PS5 داشل تو دنیا یه دونه است، چون بچه‌ها خودم کاستومش کردم. ویدیو کاستومش هم اگه ندیدین، تامنیلش این بغل میاد، حتما بریم ببینید. بچه‌ها اینا رو خودم کشیدم و یادش بخیر عجب ویدیو خفنی بود. اگه ویدیوهای کاستوم دوست داری بچه‌ها ویدیو رو لایک کن. اگه لایک های این ویدیو به بالای 5000 تا برسه دوباره از اون ویدیوهای کاستوم میخوام براتون بزنم. آقا اینم از تلویزیونه که این چرا استوب شده؟ آقا پلی شد. اوکی بچه‌ها این تلویزیونم سامسونگ AU9000 بود مدلش اشتباه نکنم. و خوبی که این تلویزیون داره، یعنی دلیل این که من این تلویزیون خریدم، 120 هرتز. گیمرای واقعی میدونن 120 هرتز چیه. آقا این تلویزیون 120 هرتز و اینه هم که میبینید این کامرا بالای نه برای این LED پشتشه که الان ببینید من دستم میگیرم این قسمت قرمز میشه. یه ریسه پشتشه که برند گوه بود اشتباه نکنم، که توی تصویر هر رنگ و نوری باشه دقیقاً همونو واسه شما اون پشت رنگشو نشون میده. خیلی خفنه و اینم هدیه داده. یه نفر هدیه داده و اون یه نفرم کسی نیست جز آقا احمد عزیز. و این بالایی هم گوه وای وای گو وای لایت یه همچین اسمی داشت، اسمش بچه دقیقاً یادم نیست، اونم خیلی چیز خفنیه. بعد بچه‌ها یه خوبی که داره، شما اگه مثلا چیزای نورانیتون رو برند گوه بخرین، همه‌شو میتونین با هم دیگه سینک بکنین و به این کامرای وصل بکنین و وقتی فیلم می‌بینید کل اینو با هم دیگه رنگ عوض و اونش خیلی خیلی خفنه. این پایین که میایین دو تا لوح داشت، یکیش لوح کانال گیم اونه که کانال جی تی ای بود و اون یکی لوحمون هم که برای کانال چالشمون بود و لوح سوممون هم به زودی می‌گیریم. اونم اینو بیا از نزدیک بگیر بچه، لگوی ماینکرافته که برای ویدیوها خریده بودم، خیلی شیک و خفنه. درست کردن اینو واقعا حوصله میخواد. و اینم یه لگوی مردنکبوتی که توی یکی از ویدیوها بود که توی ویدیو من درستش نکردم چون واقعا طول میکشه و یه نفر دیگه اومد برام اینو درستش کرد. آقا اونجا هم دستای PS5 و اینم بازیای PS5 داشلیه که بچه GTA VI هنوز نیومده ولی داشلی داره. دلیلش رو تو کامنت بنویسید. شوخی کردم این نیومده. اوه اینو بچهای لژند یادشونه. ایکشات فمای واقعی اینو یادشونه. بچا هر کی اینو یادشه حتما تو کامنت بنویسه این داخل چه ویدیویی بود و اصلا برای چی من همچین چیزی دارم. اینو حتما بنویسی، بچه‌ها عاشق ویدیوش بودن. اون یکی بازی فای کرای 6 اساسینز کرید والهالا. این بازی خداست بچا. لاستافاس 2 ورژن ریمسترش که خریدمش، اینو بازی کنم حتما. الان بین این بازی‌ها یه چند تاشونو فقط بازی کردم. اینم که آنچارتد کالکشنشه که همه آنچارتد رو داخلش داره و بازی PS5 داشت فقط همین و هیچ بازی دیگه‌ای نداره. بچا PS5 من تازگی دارم بازی می‌کنم، یعنی خیلی وقت بازی نکرده بودم. تقریبا تفریح فکر کنم 1-2 ساعت اینو دارم بازی می‌کنم. شما تو کامنت بنویسید روزانه چند ساعت فقط گیم می‌زنید، اینم گیمر واقعی کیه و رکوردتون چقدره. رکورد من فکر کنم 22 یا 23 ساعت بکوب بود که بازی لاستافاس یا آنچارتد رو داشتم بازی می‌کردم. ولی شماها هیچ وقت بچا بکوب بازی نکن چون واقعا بر چشاتون ضرر داره. آقا اینجا یه گیتار قدیمی داریم که این گیتار داشلیو که یادشونه از کوک در اومده، خیلی عجیب. آقا این اصلا کوچ نیست، من بخوام بزنم. یه رینگ لایت هم گذاشتم اون پایین که نور خیلی خوشگلی بهش میده. اینجا گیاه سانسویریا داریم. آقا اینم دوباره برند گوه، یعنی نانولیف نیستن. نانولیف گرونتر از گوه بود ولی گوه خیلی خفنه. نانولیف خوبه ها، ولی این نسبت به قیمتش واقعا این بیشتر میارزه. بچا اینا رو میتونی اپش رو توی گوشیتون نصب بکنین، هر رنگی که میخواین بهش بدین، کاستومش بکنین، بعد با رقص نور و اینا مثلا یا آهنگ پلی بشه رقص نور میره و خیلی خفنه. این بغل ما یه دونه گیاه داشتیم، یه گیاه خیلی بزرگ داشتیم، یه گیاه خوش
اینجا اینقدر نور آفتاب نداره، گیاهای خوش شد. اینجا هم که دوتا فانکو پاپ داریم که یکیشو آقا موسیکس عزیز که چنلش این پایین میاد، حتما بچا برید سابسکرایبش کنین زود 1000 تایی بشه. کادو تولد بهمون داده بود که اونجرز آیرون من بود، اینجا دستکش تانوسو پوشیده بود و اینم یه هدیه تور تقریبا میشه گفت هستش. آقا اینم فکر کنم برای انیمه وان پیس بود، الان بچا میام میگن اسمش رو اشتباه گفتی، اسمش حالا دقیق نمیدونم چیه. اینجا هم یه دونه فانکو پاپ داریم که فانکو پاپ نیستش ولی شبیه فانکو پاپه. یه دونه کشتی اینجا داریم، میز آنباکس. بچا این میز آنباکسمونه که دیگه فکر کنم همتون این میزه رو شناختین، هر چیزی که ما میخوایم آنباکس کنیم تستش کنیم روی این میاریم تست میکنیم. اینجا سه تا لامپ خیلی خوشگل داریم که نور خفنی میده و این اتاق. بچا داخل این اتاق هیچی نیستش، فقط تخته. فقط چون الان جعبه اینو ریختم نشونتون نمیدم چون چیز خاصی نداره، فقط یه فرش و یه تخت همین. آقا اینجا دو تا صندلی داریم که این ویدیوها چی الان تازه که تنش بلایند دیت ها. آقا میخوایم بیایم بشینیم اینجور این وسط یه پرده بکشم اینجا بلایند دیت داش علی اجرا کنه. خب داداش چه خبر؟ داداش سلامتی قربونت، اومدم مخت رو بزنم. آقا از این ویدیوهای بلایند دیت میخوایم بگیم. نه شوخی کردم نمیگیرم. این پشتم که بچا میبینید تابلوهای نقاشی که همشون کار دست، اینی که بچا میبینید آقا حامد کشیدی که همین الان داره فیلم میگیره، آقا حامد دمت گرم. و این یکم که بچا همشون نقاشی که طرحاشو خودم داده بودم، نگاه کنین کسایی که داش علی دوست داره، مورگان فریمن، بریکینگ بد، وین دیزل. دیگه وین دیزل همتون میدونید که داش علی عاشقشه، رویس اسکات تو و بقیه خواننده و گیمای دیگه، عکساشون خیلی خفنه. اینجا یه آینه قدی داریم که داشالی دهن این آینه رو سرویس میکنه، هر روز 10 تا جلوش عکس میگیره و استوری نشوخی میکنه. آقا جلوتر که بیایم دیگه قسمت اصل کاری کار همینجاست دیگه، دیگه قسمت کار و اینا. بچا لپتاپم هم همون لپتاپ قبلی است که ویدیو آنباکسش هم گذاشتم توی روم تور قبلی ها هم بود، یعنی عوضش نکردم. مدلش MSI GP 76 لئوپارد بود که واقعا لپتاپ خفنه، یعنی نه تو گیم کم میاره توی رکوردم. بچا خودتون میبینید کل رکوردام من دارم با این انجام میدم. یه مانیتور معمولی داریم و براتون اگه سوالی که چرا من PC نمیخرم شاید براتون عجیب باشه، واقعا تنبلیمه، یعنی بشینم بگم که مدلش این باشه و اینا، ولی به زودی PC هم میخرم. میگم تا الان خیلی لازمش نداشتم که PC بخرم ولی خب به زودی دیگه مجبورم بخرم و چند تا مانیتور و اینا. بچا مدل این کیبورد بلک ویدیو V4 پرو، واقعا کیبورد خفنی، یعنی از خریدم واقعا راضی ام. قیمتش هم خیلی زیاد بود، نامرد نمیدونم چرا انقدر گرون گفتم، 13 14 میلیون پول این کیبورد بود. بچا ماوسمون هم ریزر بسیلیکس V3 پرو که اینم واقعا ماوس خیلی خفنی، هم بلوتوث میشه هم با کابل میشه وصلش کرد. یه هدستمون هم که دیتی 990 پرو، میکروفونمون هم که بچه هم میکروفون قبلی هایپریکس کوادکست مدل RGB شه، یعنی این دوتا رنگ داره، یکیش فقط رنگ قرمز یکیش RGBه. دوربین هم بچه مدل سونی آلفا 6400 با لنز 16 میل، واقعا دوربین خفنیه. دیگه اینجا چیزی که بخوام بهتون نشون بدم یه دونه پاور بانک که برند انکره. اوکی اینجا یه دونه اکشن فیگور خیلی چلو مچلو خوشگل داریم که جغد نمیدونم جغد کلا دوست دارم گذاشتم اینجا. اونجا دیگه چیز خاص نیست و اونورم که آشپزخونه است که آشپزخونه هم که بچا دیگه همتون تو خونتون دارین یخچال و اجاق گاز و این جور چیزا. آقا اتاقی که من خیلی دوستش دارم این اتاقم که چون لباسه داشالی عشق لباسه. اوکی بیاین این اتاقم بهتون نشون بدم. اینجا اتاقیه که تایمای زیاده، من اینجا صرف میکنم. نه چوخی کردم. آقا اینجا الان خیلیاتون میان میگین که چقدر داش لباس داری، میدونم واقعا لباسام خیلی زیاده و خیلیاشونو باید رد کنیم بره. آقا لباسم دیگه لباس که دیگه نشون دادن نداره، روم تور دیگه، روم تور اونور بود اصل کاریش. آقا اینم لباسامونه دیگه، نگاه کن لباسا فقط سفید مشکی، سفید مشکی بهترین رنگ به نظرم سفید مشکیه که با همه چی ست میشه. اینم کلاهامونه که داخل ویدیوها میذارم. آقا حتما تو کامنت بنویسید کدوم کلاه از همه بیشتر دوست داری. آقا کلاها رو من واقعا دوست دارم، نمیدونم کلاه تازگی عشق کلاه شدم، هر جا میرم کلاه خفن میبینم سری میخرمه. و از لباسام هم که بگم کدوما رو خیلی دوست دارم، یه دونه این کت چرمه رو خیلی دوست دارم، کلا داشلی عشق لوی ویتونه، این کت چرمه رو دوست دارم. این کت جین هم طرحش به نظرم خفن، یه طرح ایرانی تور داره، اینم خیلی دوست دارم. و یه کت جین لوی ویتون داریم، اینم خیلی باحاله، فقط اینو من یه بار یا دو بار پوشیدم، نمیدونم با چی ستش کنم، خدایی ولی طرحش باحاله دیگه. اینم دوباره لوی ویتون، فکر کنم مغازه لوی ویتون اینقدر لوی ویتون نداره که داشلی اینجا لوی ویتون داره. الان شرکت لوی ویتون مینم یه این چقدر بچه پول داره که لباسای لوی ویتون میخره. نه داداش اینجا تو ایران فیک همشون و همه چی رو فیک میخریم. بچا بخوام بهتون نشون بدم دیگه اینا شلواره که دروغ شده، این چوب لباسیا کم آوردم و شلوارامو مجبورم که بذارم اونجا، حالا سفارش دادم به زودی اونم میرسه. آقا کفشامون هم که دیگه اون پایینا چیدیم، یه دونه کیف کمری و آقا من اینا رو خریدم تو خونه کیسه بوکس بس بکنم و اینا کیسه بوکسش هم اینجاست. آره بچا این کیسه بوکس من می‌خواستم بس کنم که دیگه یه مشکلای حالا پیش اومد نتونستیم بسش کنیم و گذاشتیمش اینجا که همجوری داره خاک می‌خوره دیگه. بچا این پرزگیرا بخریم واقعا خیلی به درد می‌خوره، یعنی دیدم که طرف لباسش پر جمع می‌کنه برده لباس فروشی میگه
چیکار کنم؟ آقا پرزگیر از 20000 تومن 16000 تومن دیجیکالو می‌خرین، می‌کشین رو لباستون، هرچی آشکال و پرز داره رو جمع می‌کنه. خیلی چیز باحالی، حتما بخرید، فکر کنم یکی از بهترین خریدای من از دیجیکالو اینه. و داشالی هم که بچا عکسای آلا استورینو می‌گیرم دقیقاً جلوی همین آینه است که اینجا حالا یه نورم داریم، نورو می‌زنیم دو سیس می‌گیریم، سیس عقاب می‌گیریم و جلوی این آینه عکس می‌گیریم. صندلی دیکس ریسر مدل کرافت پرو بود، اشتباه نکنم، که واقعا صندلی بچا راحتی، اینجا میتونید شما گودی کمرتون رو اینجا رو داره جلو عقب می‌کنه، گودی کمر تنظیم کنید، میتونید روش بشینین و بخوابین. اصلا خیلی صندلی واقعا راحتی، نگاه کنید ایناش جابجا میشه، بالا پایین چپ راست، یه اینش هم این بر اون بر میشه که ایناش زیاد به درد نمیخوره، دروغ چرا. و اینجا هم یه چیز داره که مثل این صندلیای پراید اینجور بود، یارو اینو میکشیدی میخوابیدی و اینجا میتونید بخوابین و چیل بکنید. اینم بر گودی کمره که اینش خیلی خوبه، یعنی من این صندلی فقط به خاطر اینش خریدم که گودی کمر رو پر بکنه. خب بچا اینم بود از روم تور ما. اگه تا این ثانیه ویدیو رو میبینی قلب قرمز حتما توی کامنت ها بزن، و اگه ایده ای داری مثلا یه چیزی بخرم بذارم توی بک گراوند که خوشگل میشه حتما توی کامنت ها اونو بنویسید. و اینم بود از روم تورمون. خیلیاتون میگفتین داشل چرا روم تور نمیذاری، اینم از روم تور. اگه هر سوالی هم دارین توی کامنت ها بنویسید، سعی میکنم بعضیاشون رو جواب بدم. خیلی دوستتون دارم، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله این زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما روشن کنید که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم سریع باخبر بشین. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما برو ببین. تا یه ویدیو بعد ان شاءالله روم تورهای بعدی، بدرود.